وال استریت جورنال میگوید دولت آمریکا در حال بررسی تشدید فشارها بر جمهوری اسلامی ایران است و گام بعدی دشوار کردن معاملات دلاری ایران به ویژه در مورد صدور محصولات پتروشیمی خواهد بود. در همین ارتباط مهتاب ویدیراد خبرنگار رادیو فردا در پراگ گزارش میده. مهتاب، بنابر این گزارش گام بعدی آمریکا دشوار کردن معاملات دلاری ایران است در صدور محصولات پتروشیمی و همینطور صادرات کالاهاش. وال استریت جورنال به نقل از چند مقام دولت آمریکا که نامشون فاش نشده نوشت وزارت خزانه داری آمریکا در حال بررسی دشوارتر کردن دسترسی ایران به معاملات دلاری است. بر اساس این گزارش فشارهای جدید قرار دسترسی شرکت‌های ایرانی که در کار صدور کالا به افغانستان یا فروش فرآورده‌های پتروشیمی در بازارهای آسیایی هستند رو به دلار آمریکا مسدود کنه. آمریکا یک سال پیش از برجام یا همون توافق هسته‌ای خارج شد و همه تحریم‌ها علیه ایران رو در مرداد و آبان ماه سال گذشته بازگردوند. مهلت 6 ماهه‌ای که به چند کشور خریدار نفت ایران داده شده بود هم روز پنجشنبه تمام شد. پیشتر برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران هم گفته بود از آبان ماه که تحریم‌های نفتی علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال شد، حدود 10 میلیارد دلار از درآمد نفتی ایران کاسته شده. با این حال، وال استریت جورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی نوشته وزارت خزانه داری در حال بررسی افزایش فشار بر بخش‌های به گفته آمریکا غیر آشکارتر درآمدهای مالی ایران است. بنابر این گزارش، آمریکا کسانی را که در سنگاپور، مالزی و هند مستقر کرده که مراقب دور زدن احتمالی تحریم‌ها علیه ایران باشند، همچنین شبکه مالی آمریکا تمرکز بر فعالیت‌های مالی در سنگاپور، مالزی، امارات و ارمنستان افزایش خواهد یافت. تحریم‌های فعلی آمریکا خرید و فروش محصولات پتروشیمی ایران برای شهروندان یا شرکت‌های آمریکایی را ممنوع کرده، اما به نوشته وال استریت جورنال فشارهای جدید احتمالاً اعمال تحریم‌های ثانویه‌ای خواهد بود که در واقع خریداران خارجی محصولات پتروشیمی ایران را با خطر از دست دادن بازار آمریکا روبرو خواهد کرد. ممنون از گزارش شما مهتاب ویدیراد خبرنگار رادیو فردا در پراگ.